سلام به شما، به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای برنامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، چون شماره‌های پیشین تفسیر خبر در این برنامه نیز می‌پردازیم به مهمترین رویدادها و اخبار ایران و منطقه و نیز عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران. رشد منفی اقتصادی حاصل 34 سال حکومت دینی بر ایران است. دولت حسن روحانی تا کنون برنامه‌ای روشن عملی برای از میان برداشتن مسائل اقتصادی ایران نداشته است و چون دولت‌های پیشین خواستار صبوری مردم در برابر رشد منفی اقتصادی در ایران شده است. آن سوتر یکی دیگر از یاران پیشین آقای محمد خاتمی، عبدالله نوری، وارد عرصه سیاسی جمهوری اسلامی شده است. او میگوید باید در میان اصلاح طلبان یک رفرم، یک اصلاحات و یک اتحاد به وجود آورد. آیا راه حل بنبستی که جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، سیاسی و نیز در عرصه منطقه‌ای و بین المللی به خاطر انزوای روزافزونش به آن رسیده است، آن است که آقای عبدالله نوری و یاران او میگویند؟ آن سوتر روزنامه فرانسوی لیبراسیون میگوید جمهوری اسلامی 17 میلیارد دلار کمک به سوریه داده است. 17 میلیارد دلار از درآمدهای ملی مردم ایران. و همزمان سخن از آن میرود که برای نجات مردم سوریه از بمباران‌های روزمره و نیز استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مردم، این احتمال وجود دارد که غرب دست به یک حمله نظامی برای از میان برداشتن حکومت بشار اسد بزند. خبرها بسیار است. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند آقای ناصر محمدی عزیز، روزنامه نگار. نیمه دوم را همراه با آقای ناصر محمدی و اردوان روزبه، آقای اردوان روزبه، روزنامه نگار در واشنگتن ادامه خواهیم داد. پیشاپیش از شما عزیزان پوزش میخوام به خاطر اینکه سرما خوردیم و صدای ما اگر آزاردهنده هست حتما خواهید بخشید. در عوض خوشبختانه آقای محمدی صحیح و سالم و خندان و شاد و تندرست با ما هستند و غمشان کم باد، شادیشان روزافزون، همچنان که شما عزیزان همواره شاد باشید. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. خوش اومدید آقای محمدی عزیز. عرض ادب دارم جناب چالنگی، خدمت شما همکاران در شبکه ایران فردا و همچنین شنوندگان و بینندگان به ویژه در ایران، و امیدوارم که زودتر خوب بشین. به هر حال شما که اومدین لندن باید از این مواهب لندن هم برخوردار می شدید تا بدونید ما تو این سالها اینجا با این هوا چه کشیدیم و چگونه ساخته ایم. به هر حال انشاءالله که زودتر شفا پیدا می‌کنه. دیگه سرما رو دیگه کار لندن ندونی، همه جا آدم ممکن سرما بخوره. درست انگلیس ها یه کارایی میکنه. نه میدونه جناب شالنگی، این هوای متغیری که اینجا داره به واقع حالا ممکنه
این حرف من در همه موارد صحت نداشته باشه، ولی واقعا هوا متغیره، یعنی در یک روز شما میبینید چند مدل هوا عوض میشه و فرض بکنید در همین تابستان چنان گرم میشه که نمیتونید طاقت بیارید، فرداش چنان سرد میشه که به هر حال شما انشاءالله سالم باشید. اینه که میفرمایید هوا متغیره، هوای لندن مثل بعضی از روحانیون ما هستش، روحانیون ما هم در این 34 ساله در تغییر دائم بودن، یعنی یه جور شبیه هوای لندن بودن. بله، شاید هم به همین دلیله که بعضی ها میگن که لندن هوای بعضی از روحانیون ایرانی رو داره. خب برهای خواستگاهشون، خواستگاه بعضی هاشون همین سرزمین هستش، همین جزیره. ولی یه چیزی از ناصر خان، این که این متروها واقعا چیزه، یعنی مترو اینجا، متروی پاریس، متروهایی که خب از زمانی ساختن و چه صنعتیه، اما جمعیت زیاد، آلودگی هوا، ما هم که توی بلور ساده هستیم فوری سرما میخوریم دیگه، اختیار دارین. ولی واقعا شما اشاره کردید به این مترو و به آندرگراندی که اینجا هست، آدم وقتی نگاه میکنه که اینا 150 سال پیش شروع کردن به این کار، 150 سال پیش چقدر ماشین تو خیابونا بوده، ولی آینده نگری رو داشتن. واقعا الان نگاه میکنیم لندن، میدونی شهر بسیار پر جمعیتیه، بسیار پر رفت آمده، ولی به عکس تهران که حالا همه باید با ماشین شخصی برن، اینجا بسیاری ماشین شخصی استفاده نمی کنن، از همین آندرگراند و سرویس های عمومی استفاده می کنن. و واقعا آدم وقتی نگاه میکنه اینا، اینا فکرش رو از قدیم کردن. به هر حال با ما خب تفاوت زیادی داره، 150 سال پیش وقتی اینجا آندرگراند میکشیدن، شاید ما در ایران یکی دو تا مثلا ماشین بوده که در اختیار مثلا دربار مظفرالدین شاه یا ناصرالدین شاه بوده. به هر حال تفاوت‌های اساسی است که با ما داره. خب جدای از اون که بگذاریم، باز برگردیم به روحانیون، از هوای لندن بگذاریم و تغییر جوی در تهران. آقای عبدالله نوری، ایشون ظاهراً باز به صحنه برگشتن، هرچند که مصاحبه‌ای که داشتن گفتن که در این 8 ساله دور نبودن از صحنه، دربارشون گفته شده. بگذاریم از اینکه یک جمله هست در اینجا که میگه تصور آمدن روزهایی مانند امروز برای خیلی از ناظران سیاسی بعید و دور از دسترس بود، گویا معجزه ای شده یا یک اتفاق خارق العاده ای شده. آقای روحانی اومده همچین دور از دسترس و بعید نبود. اما اینکه آقای روحانی باز راهی برای اصلاح طلبان باز میکنه و آقای عبدالله نوری، واقعا امیدی هست؟ ببینید من نمیدونم که چرا آقای عبدالله نوری اصلا یه همچین برداشت رو داره و یه همچین تصوری میکنه که راه برای اصلاح طلبان باز شده. من اتفاقا تحلیلی که دارم درست برعکس این است. ببینید در زمان انتخابات 88 و همچنین 84، یکی از هدفهای آقای خامنه‌ای این بود که اصلاح طلبان رو کنار بگذاره، اصلا تردیدی در این نیست. حتی میبینیم در سال 88 کسانی رو که به هر شکلی از اصلاح طلبان، حالا میانگه جامعه اصلاح طلبی معذرت میخوام به آقای موسوی، میپوشانند و به هر کسی که از او حمایت میکنه او رو هم کنار میذارن. امثال رفسنجانی رو دیدیم که 4 سالی کنار گذاشته. تمام هدف آقای خامنه ای این بود که اصلاح طلبان رو کنار بگذاره. الان به اعتقاد من در انتخابات 92 این کنار گذاشتن کامل شد. شما ملاحظه بفرم، اولا اون نقشی که بازی کردن در مورد اینکه آقای روحانی رو به عنوان یک اصلاح طلب جا بزنند مشخصه. آقای روحانی آدم اصلاح طلبی شناخته نمیشه، مارک اصلاح طلبی بهش نمیخوره. از نخستین سالهای انقلاب دارای پستهای امنیتی و نظامی، حتی اطلاعاتی و امنیتی و نظامی، معاون فرمانده جنگ در زمانی که آقای رفسنجانی فرمانده کل قواست و معاونشه، و به هر حال شکل اصلاح طلبی ندارد. اما آمدن چه کردن؟ آقای خاتمی آمد از محمد رضا عارف تقاضا کرد که شما برو کنار، که آقا به نفع آقای روحانی برو کنار، صحنه رو به گونه ای آراستن و بعدش هم آقای رفسنجانی
حمایت کردن از صحنه رو به گونه ای آراستن که گویی آقای روحانی یک اصلاح طلبه، در حالی که ملاحظه بکنید جناب چلنگی در 4 روزی که داشتم صلاحیت وزرا رو بررسی میکردن در مجلس شورای اسلامی، تمام فشار نمایندگان بر این بود که مبادا اصلاح طلبی در کابینه پیدا بشه، از اونها هم به عنوان اصحاب فتنه یاد میکردن. بنابراین تمام دعوا در دوره 88 تصمیم آقای خامنه این بود که هم اصلاح طلبان رو و هم دیگر گروه های رقیب رو از جمله جناح رفسنجانی و کارگزاران اینا رو بذاره کنار و 4 سال هم بر همون منوال ادامه داد، اصلاح طلبان رو هم گذاشت کنار ولی هنوز حضور داشتن. اما این دفعه آمده با آقای رفسنجانی اینا کنار آمده، اصلاح طلبان رو کاملا کنار گذاشت. نمیدونم آقای عبدالله نوری به چه سبب میگوید که الان اصلاح طلبان جایگاهی دارن. الان نمیگن به معنی که جایگاه ویژه دارن، یعنی فضا رو باز میبینن برای اینکه اصلاح طلبان به اصطلاح وارد فعالیت بشن، به اضافه یه تشکلی انجام بدن. اما پیش از اون آقای محمدی، سوال من اینه که آیا ببینید در همین انتخابات هر چی که هست، هر شکلی که بوده، در همین انتخابات 12 میلیون به بالا رأی ندادن، درسته؟ درسته، این رأی ندادن. اینا یه عقاید سیاسی دارن، یه افکاری دارن برای بهبود وضعیت ایران یا ندارن. به هر حال ظاهرن در انتخابات شرکت نکردن و باطنن. درست. آیا سرنوشت سیاسی ایران، تعیین تکلیف، یعنی وضعیت ایران خلاصه میشه در افراطیون و اصلاح طلبانی که همشون مجموعه یک حکومت رو تشکیل میدن به اسم نظام ولی فقیه؟ بله. آیا همه ایران یعنی همینا؟ نه، همین مسئله این هستش که نه تنها همه ایران همین ها نیست، تازه حالا اصلاح طلبان چجوری اصلا طبقه بندی میشن؟ تمام هدف این هستش جناب شلنگی که اصلاح طلبان رو، از اول هم همین بود که اصلاح طلبان رو به عنوان یک اپوزیسیون جا بندازن. حالا که اصلا اپوزیسیون نیست، اصلاح طلبان خب بخشی از حکومت هستند. بسیاری از مسائلی که امروز گرفتارش هستیم همون چیز هست که اصلاح طلبان ایجاد کردن، اصلا موجدش بودن. و حالا من نمیدونم که چگونه میشه. دعوا در درون هست، بله، درون خودشون میخواهن در حکومت سهیم باشن، این تردیدی نیست، ایرادی هم نداره. هر اصلاح طلبی میتونه در داخل نظام جمهوری اسلامی زیر چتر ولایت فقیه با گروه های دیگر رقابت بکنه، گاهی دعوا بکنن، گاهی رقابت کنن که یه روز این قدرت رو دستش بگیره، یه روز اون. ولی این به مسئله کل مردم مربوط نمیشه، به یه دلیل بسیار بسیار روشن. اتفاقا دیدم یکی از میهمانان شما در 2 جلسه قبل هم اشاره میکرد که اساساً ما مشکلمون در کجاست که فکر میکنیم اصلاح طلبان اگر بیایند تغییری اتفاق خواهد افتاد، تغییر رو خواهد داد. مشکل خود نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسیشه، خود ساختار حکومته. حالا اصلاح طلبان فرض بکنیم که آقای نوری هم درست بگن، بیان به صحنه، در حد اکثرش در اون نقطه اوجش چه خواهد شد؟ دولت میشود اصلاح طلب و مجلس هم میشه اصلاح طلب، یعنی دوره آقای خاتمی. بسیار خب، چه چیزی بود؟ یعنی واقعا چه مزیتی برای مردم ایران داشت؟ مگر همین نبود که به احمدی نژاد منتهی شد؟ اتفاقا این نکته است که اشاره کردیم، بخشی از گفته های آقای خاتمی رو میبینیم، نظرات ایشون راجع به دموکراسی، از دموکراسی اونجور که در عرف سیاسه بین المللی شناخته میشه و نظریات آقای خاتمی نسبت به نظام، قطعا برای خودشون هوادارانشون نظریات محترمی است، پخش میکنیم دیده بشه که به چه شکل صحبت میکنن. کسانی معتقد هستند که در نظام دینی ایران بالاخره رگه ای از دموکراسی میشه پیدا کرد، نظری است آقای محمد خاتمی رو میبینیم. برخواهیم از طریق دین در این کشور دموکراسی مستقل نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر این که مستقل نمیشه، ما نمیخوایم
و اکثریت جامعه ما نمیخواد. شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف حرف درستی است. ما خیلی شعارها دادیم که تحقق پیدا نکرد. اما این به معنی عقب نشینیه؟ یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که هستش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه. حالا منهای اعتقاد حضراتی که خواست داره تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستن، چه تضمینی میدن که این نظام که برود یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده بشه؟ امکان نداره همچه چیزی. با کدوم مردم؟ با کدوم؟ خب آقای محمد، دیدید آقای خاتمی صحبتی که میکردن؟ بله. خطاب به کسانی که میگن دموکراسی خواهان دموکراسی هستن، خطاب به کسانی که امید داشتن آقای خاتمی کاری بکنه. به گذشته نمیخوایم برگردیم، اما صراحتن گفتن از ایشونش مخالفت با کل نظام ندارن. بنابراین اصلاح طلبی رو شما به بنده تفهیم کنید که یعنی چی؟ یعنی این نظام رو، نظامای مارکسیستی رو بنده متوجه شدم، رویزیونیست یا هر چیزی که گفتن از درونش یک چیزایی در میاد. اصلاح طلب یعنی چی؟ یعنی این نظام رو ولی فقیهش رو عوض کرد، یه ولی فقیه بهتر گذاشت؟ نه، آنچه که میخواهند اساسا اینا نیست. کل نظام چی هست؟ به کل نظام که اصلا کاری ندارن. بله، یعنی خودشون هم میگویند و کتمان هم نمی کنند، همونطور که آقای خاتمی گفت. همین که ایشون میگن که کل نظام رو قبول دارن، ولایت فقیه رو قبول دارن، منتها اسمی هم گذاشتن مردم سالاری دینی. چی هستین؟ اصلا وجود نداره. چرا؟ زیرا که ببینین وقتی که دین حاکم است، دیگر این که مردم سالاری و دموکراسی باشه یه چیز شوخیه و ما دیدیم این رو، تجربه هم کردیم. اما کلن در داخل نظام اگر جنگ و دعوایی هست با اصلاح طلبان با نظام دارند، جالب این هستش که ببینید ما مشکلمون، یعنی ملت ایران به اعتقاد من مشکلش خود نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصلاح طلبان با خود نظام و قانون اساسی مسئله ندارند. در طول این سالها گروه هایی پیدا شدند که از قانون اساسی جمهوری اسلامی هم فراتر می روند به گفته اصلاح طلبان. بنابراین تنها خواستی که دارن اینه که آقا همون قانون اساسی رو بیا پیادش کن که اون رو هم باز حکومت انجام نمیده. اما اگر هم انجام بده به جایی نخواهد رسید که مثلا میگویند، چون در تمام قانون اساسی وقتی مطالعه می فرمایید میبینید که همه چیز آزاد است به شرطی که خلاف اسلام نباشد، مثل همین آقای محمود علوی وزیر اطلاعات که اخیراً گفتن کسانی که بعد از 88 رفتن بیرون اگر خلافی نکردند برگردند. نه، گفتن با ضمانت ما. با ضمانت ما، یعنی اگر کسی خب خلاف نکرده ضمانت. حالا جالب است، نه همین انگلتی که میذارن این وسط، این اگری که میذارن یعنی چی؟ اگر خلاف نکردن کی تشخیص میده که خلاف کردن؟ خب برمیگردن میگیردشون. آخه این دیگه چجور قراریه؟ یا تازه بعد از 88، حالا بعد از 88 چی بوده مگه؟ اعتراض کردن به یک انتخابات. حتی تو روسیه پوتین اومدن به انتخابات اعتراض کردن، اونا هم دادن بازرسی کردن، بررسی کردن، سرکوب نکردن، کسی رو نکرد. حالا کسی از اونجا در رفته اومده بیرون به واسطه اعتراضش، ترسیده از زندان یا از زندان اومده بیرون و فرار کرده، حالا میگن اگر برگردید خلاف نکرده باشید، یعنی در خارج مبادا یهو شما فرض بکنید یک مقاله نوشته باشید، مطلبی نوشته باشید خلاف، خب خیلی معنای وسیع پیدا میکنه. حالا مال جمهوری مال اصلاح طلبان هم همینه که آقا بیاید قانون اساسی رو اجرا کنین، تمام احزاب آزادن، بیان آزاد است، فلان، به شرطی که خب خلاف حکومت نباشه. خب این چگونه دموکراسی است؟ من نمیدونم که آقای خاتمی یا آقای عبدالله نوری ازش صحبت میکنن. آقا بذاریم که چرا، ببخشید آقای چلنگی، من جمله رو تموم کنم.
چرا اصلا هی میچسبید به دموکراسی؟ شما که میگویید دموکراسی های غربی همش دروغه، آقای آیت الله خمینی در کتاب می نویسد دموکراسی ها برخواسته از مغزهای سفلیسی است، چه شکل پادشاهی داشته باشه چه شکل جمهوری. برای چی هی میگین دموکراسی؟ خب بیان بگیم حکومت دینی اینم هست اصلا، دیگه چه رو درواسی داری؟ آقای خمینی این بیرو درواسی در کتاب خودش گفته بود، منتظر کسی نخونه، زیاد نخونده بودن، نخونده بودن، ولی ایشون اقلا به نظر من صادق ترین آدم در این جریان انقلاب هم خود ایشون بود. از روز اول گفت آقا ما اصلا با بحث دموکراسی نداریم که. بله گفتن یه چی از کنم خدمت رو، صحبت اصلاح طلبانی که کردید یادمون هست آقای موسوی تبریزی، آقای خلخالی هم در دور اول، آقای خاتمی، بله، و خیلی های دیگه کسانی که راجب برگشتی گفتین. آقای علوی گفته من یه داستان که نه، یه خاطر است، بازگشت به ایران، به ایران آقای محمود علوی وزیر اطلاع که اگر خلافی نکنه، حالا خلاف چی هست بس اشاره کردید شما، با ضمانت ما میتونن برگردن ایران. خب اگه کسی در هیچ کشوری خلافی نکرده دیگه ضمانت نمیخواد، حق طبیعیش برگرده کشورش. کنفرانس سازمان کنفرانس اسلامی بله. سازمان کنفرانس اسلامی که بزنم جزش هست، یک کمیته فلسطین داشت که این کمیته فلسطینش اون زمانی که عرفات هم زنده بود یکی از نشستاشو گذاشته بود در اقادیر مراکش. صحیح. این نشستش هم تقریبا چند ماهی بعد از اون جنجال کنفرانس برلین بود که هرکی شرکت کرده بود، مصباح یزدی هم تازه شروع کرده بود سر صدا کردن و اون سر بلند میکرد چیز کردن این کنفرانس برلینی ها چیز. ما در حاشیه کنفرانس آقای کمال خرازی وزیر خارجه با آقای بولکار درشپیگل مرد بزرگ ایستاده بودیم و بعد از اینکه نشست قهوه داشتیم میخوردیم با همین ابو مازن، بعدش بلند شدیم و تموم شد و اومدیم بریم، آقای خرازی بود و سلام علیک و سلام علیک کردن و آقای ولکارد باشون رو با همین طور که سلام علیک کردیم. بعد ایشون گفت چون همدیگه رو دیگه کنفرانس دیگه دیده بودیم و قبلا هم در تلویزیون ایشون بودن اون زمان یک دو سال بعد، وا چرا نمیان شما ایران، چرا بر نمیگرد؟ همین داستان من به شوخی گفتم آجان آقای این آقای مصباح یزدی هست یه خود نگران کننده است، ممکن کار دست آدم بده. اون آخر آقا اینطور نیست. گفتم من به شما هم توصیه میکنم بر نگردید. گفت چطور اینا؟ گفتم به خاطر اینکه آقای مصباح یزدی این بچه‌ها در کنفرانس برلین شرکت کردن، این گرفتاری درست کردن براشون. شما الان نیم ساعت پیش 10 دقیقه پیش نشسته بودی با پادشاه مراکش و بهانه ممکنه برای وزیر خارجه ای که شما هستین هم مشکل درست کنن. به هر حال اینم خاطره ای بود. خب ببینید اجازه میدید من یه جمله ای رو بگم؟ حتما. حضورتون میگین اجازه میده، انگار ما هیچ وقت اجازه نمیدیم. منظورم این هستش که ببینید همین خلافی که داره میگه آقای علوی که آقای خلافی نکردی برگرد، من سوالم این است اون کنفرانس برلین چه خلافی کرده بودن اصلا مردم؟ مگر این که واقعا بازی بود که رژیم داشت انجام میداد، و الا هر جور آدم فکر کنه خب اومدن در کنفرانس نشستن و در مورد مسائل کلی صحبت کردن و دموکراسی چی هست، دموکراسی خوب است، نمیدونم دیکتاتوری بد است، اینا رو گفته. اینقدر دیگه به سلابه کشیدن احتیاج نداشت. اگر اینجور خلاف آقای محمود علوی داره میگه که اگر خلاف نکردیم برگردیم کارتون نداریم، نه اینجوری باشه با همه کار دارن، چون به هر حال کسانی که آمدن اینجا زبان گشودن حرف زدن، آقای خامنه‌ای فتوا دادن که ظلم مسئولین اگه شما بخواید در جمع عنوان بکنید یک فعل حرام است. به هر حال از این وعده ها در دولت آقای روحانی زیاد دادن، بعید به نظر میرسه که بتونن در واقع اجرا کنن. آقای محمدی دو تا خبر دارن جلو هم، خیلی از بینندگان ما احتمالاً این خبر رو در جریان هستن. یکی این که باز 8 ماه از حقوق کارگران و آزمایش داده نشد، این خبر جدیدی نیست، هر روز در واقع این خبر هست، یعنی یه سری واحدهای صنعتی تعطیل شده، اونایی هم که هست کارگران همین لکولکی 7-8 ماهی هست حقوق نگرفتن. این یک
خبر دوم هست این روزنامه لیبراسیون فرانسه که به هر حال تا زمانهای مدیدی طولانی از حکومت ایران هم اتفاقا خیلی حمایت میکرد، همواره حمایت کرده، روزنامه چپگرای فرانسه هست سال هاست. عرض کنم خدمتون خبری داره که ایران تا کنون حدود 17 میلیارد دلار هزینه کرده برای جنگ سوریه جدا از کمک های دیگه قبلا. این دوتا رو شما پلو همیشه، خب هر حکومت ممکنه کمک های خارجی داشته باشه، الان عربستان هم به مصر کمک میکنه، شوروی به این به اون، آمریکا، همه، ایران هم لابد این، اما اینی که کارگر خود حقوق نداشته باشه و واقعا اینقدر اهمیت داره حکومت سوریه برای ایران چیه قضیه؟ حالا قبل از اینکه بپردازم به اهمیتش که اشاره میکنی، ببینید جمهوری اسلامی همواره هم همینجوری توجیه میکنه، متاسفانه بلندگوهای خارجیش هم همین گونه توجیه میکنن که آقا همه کشورها به کشورهای دیگر کمک کنن. درسته، اما چه موقعی کمک میکنن؟ موقعی که وضع خودشون درست هست بعد میرون. کدام آمریکایی بیکار رو نمیدونم گشنه و گدا و نیازمنده؟ بله هستن، یه عده در آمریکا هم هستن کار نمیکنن بس، ولی سیستماتیک نیست. در جمهوری اسلامی خب خانواده ها چیزی که آقای روحانی داره میگن گرفتار معیشتشونن و میگوید اولین هدف هم بهبود معیشت. خب وقتی در یه چنین شرایطی قرار داریم، اون وقت شما 17 میلیارد دلار به سوریه بدی؟ و یا مثلا شما هفته 10 روز پیش خبری بود که 1 میلیون قرآن در لبنان ما رفتیم اونجا چاپ بکنیم مجانی، آخه بابت چی؟ خب پول رو شما میبرید میدید به مثلا دانشجوی فلسطینی در ماه 1000 دلار میدید، بعد اون وقت کارگر ایرانی با زن و بچهش گرسنه هست، بعد میگین از سوریه باید. حالا چه اهمیتی داره؟ مسئله این استش که آقا هدف نهایی جمهوری اسلامی این استش که خلافت اسلامی رو در منطقه مستقر بکنه، حالا 100 سال طول بکشه، 200 سال، این فکر خلافت اسلامی. آقای محمدی چطوری همچی هدفی؟ اون خلافت که حکومت شیعه با مثلا فرض کنین حتی سوریه، حالا علوی ها، مثلا اون علوی ها هم که به عنوان علوی که حکومت نکردن، به عنوان حزب بس، بله، یا بقیه کشورها بیشتر جمعیتشون سنی هستن، این اگه رویاست یا استراتژی است چجوری امکان پذیره؟ اگه ترکیه همچی فکری داره، خب میگیم یه زمان خلیفه بود اکثر جمعیت منطقه هم سنی است. ببینید این که از نظر فلسفی درست هست یا نه، نه درست هست یا نیست استدلالی، اجازه بدید، از نظر استدلالی درست هست یا نه، اصلا امکانش هست یا نه، اون یه بحث دومه، ولی هدف اینها حاکم کردن نظام ولایت فقیه، حالا من میگم حکومت اسلامی، حکومت اسلامی خاص خودشون، این یکی. و در رأس این داستان هم میگن ما با اسرائیل مشکل داریم، اصلا جلوتر از عربای دیگه هم افتادن، در حالی که هیچ زیانی از اسرائیل ما ندیدیم افتادن که ما در صف اول مبارزه با اسرائیل هستیم. حتی میگوین جبهه جنگ ما با اسرائیل در سوریه است، حالا که اصلا سوال اساسی این هستش که ما چه جنگی با اسرائیل داریم؟ به ما چه مربوطه؟ یک سری عرب و یک سری اسرائیلی قرن هاست با هم دیگه مشکل دارن، خب ما بیایم از نون زن و بچه مردم بزنیم برسونیم اونجا. حالا الان که وضع سوریه به اینجا رسیده است که 100,000 کشته به جای گذاشته، 2 سال از این کشتار داره میگذره، تازه دنیا داره سر حساب میشه که آقا باید بالاخره یه جا جلوش گرفت، چون این کار اگر جلوش گرفته نشود در سوریه منتقل میشه این مسئله، این جنگ و خونریزی به اردن، به لبنان، حتی مصر هم که وضعیت اینجوری داره، و این درست آرزوی جمهوری اسلامی است که منطقه رو واقعا به آشوب بکشه، همواره هم در آشوب زندگی کرده. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه میگفت اتفاقا این آرزوی اسرائیله. کدوم درست میگه؟ آرزوی اسرائیل نمیتونه باشه. ببینین آرزوی اسرائیل نمیتونه باشه، چون هر چقدر شلوغ بشه به این صورت اسرائیل بیشتر در خطر قرار میگیره. میبینیم که گروه های تندرو هستن که دارن سر بلند میکنن،
ما مثلا فرض بکنید 15 سال پیش مسئله القاعده و این چیزا نشون هیچ شروع شده و الان گروه های تندرو بسیار تندرویی هستند که واقعا منطقه رو به آتش خواهند کشید و این چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد برای اینکه بتونه خودش رو حاکم بکنه دنبال یه همچین مسئله هست. حالا هم که میبینی الان 37 کشور ائتلاف کردن به اجماع رسیدن در واقع کشورهای غربی و عربی و منطقه‌ای به اجماع رسیدن که آقا باید جلوش رو گرفت، حتی شده با حمله نظامی بدون موافقت شورای امنیت، بدون تصویب شورای امنیت. میدونی تصویب در شورای امنیت دوبار روسیه و چین اجازه ندادن که تصویب گرفت و تنها کشوری که دنبالش هست روسیه هستش و ایران. تنها به نفع ایناست که تازه بگذارید این را عرض کنم که به نفع خودشون هم نخواهد بود، به نفع مردم ایران که اصلا نخواهد. با آقای ناصر محمدی هستیم، ادامه خواهیم داد. در نیمه دوم برنامه آقای اردوان روزبه به من و شما خواهد پیوست. اردوان روزبه، روزنامه‌نگار، مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا لندن. آقای ناصر محمدی روزنامه‌نگار با ما هستند در استودیو و آقای اردوان روزبه، روزنامه‌نگار، مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه واشنگتن. آقای محمدی عزیز، پیش از اینکه به واشنگتن بریم درباره سوریه صحبت می‌کردیم و همینطور وضعیت ایران در منطقه. سلطان قابوس به ایران رفته. سلطان قابوس میانجیگر پشت پرده بود برای تبادل آمریکایی‌هایی که گرفتن در ایران بازداشت کرده بودن، کوهنوردای آمریکایی و بعداً ظاهراً کسان دیگه. بله. چه نقشی بازی می‌کنه؟ خبر دارین برای چی به تهران رفته؟ عرض می‌کنم نظر خودم رو عرض می‌کنم. ابتدا اجازه بده خدمت جناب روزبه سلام عرض کنم. حضورتون عرض کنم، ببینید آقای سلطان قابوس همونجوری که فرمودید در سه موردی که سفر کرده است به ایران بعد از 57، خب واسطه‌گری‌ها و میانجیگری‌های در مسائل کوچک مانند همون آزادی سارا شورت و دیگران انجام داده بود. وقتی که ایشون میرفت گفتن حامل پیامی از سوی آمریکا هست و گویا جوری هم مطرح کردن که در مورد مسئله هسته‌ای حامل پیامی هست یا در مورد روابط ایران و آمریکا، در حالی که اصلا مسئله هسته‌ای و روابط ایران و آمریکا به گونه این نیست که با این گونه میانجیگری ها بشود حلش کرد در واقع، و مسائلش جداگانه است که بحث جدایی داره. و بعد گفتن که خب حالا ایشون آمده است در مورد مسائل دو طرفه صحبت بشه که میدونیم که قراردادی هم بستن برای صادرات گاز. اما امروز آقای ظریف گفتن نه، ما در مورد مسئله آمریکا هم صحبت کردیم. آمریکا چی هست؟ تنها پیامی که ممکن است برده باشه و به درستی هم همینه، روزنامه‌های اسرائیل هم همین رو تایید کردن، این هستش که رفته است با جمهوری اسلامی، حتی در سایت تابناک هم من دیدم هست، با جمهوری اسلامی در مورد مسئله سوریه صحبت بکنه و بگه آقا کنار بکشید، برید کنار، بذارید ما کار خودمون انجام بدیم، چون بحث حمله نظامی در میان هست. و جمهوری اسلامی هم از جمله شخص آیت الله خامنه ای گفته استش که اگر، یعنی موافقت نکردن با حمله نظامی و گفتند اگر چنین اتفاقی بیفته منطقه به آتش کشیده میشه و ایران به هر حال واکنش نشون خواهد داد. پیامی که برده است در مورد مسئله سوریه بوده به نظر من. این رو البته احتمال هم میدین که احتمال داره این هم نباشه. خب چون چه نیازی هست که ببینید مسئله این بود که هم جفری فلتمن رفته از ایران، هم سلطان قابوس که از جفری فلتمن معاون آقای بانکیمون، و این مسئله رو خواستن در واقع با جمهوری اسلامی در میان بذارن، چون میدونید با کشورهای عربی و کشورهای منطقه در میان گذاشتن. در اردن جلسه ای که از فرماندهان نظامی تشکیل شد
همین دیروز، یعنی روز دو روز بله. پیش در واقع بله. وقتی که تشکیل شد از همه کشورها بودن و جمهوری اسلامی فقط بود که باهاش صحبتی نشده بود. این هستش که با اون هم صحبت کردن و آخرین در واقع پیام ها رو رسوندن که جمهوری اسلامی هم احیانا شاید بتوانن موافقتش رو به دست بیارن. به اتفاق شما به واشنگتن میریم. آقای اردوان روزبه، سلام. سلام دوست، بر شما میهمان هستم. آقای محمدی شنوندگان و بینندگانتون و خود شما جناب چلنگی در خدمتتون هستم. آقای روزبه، شما در ارتباط با سفر سلطان قابوس به تهران و اهمیت این سفر از چه میزانی برخوردار هست؟ اطلاعاتی، خبری، تفسیری دارید در شرایط کنونی؟ من تصوری می هستش که سفر سلطان قابوس به تهران در بره زمان در این بره زمانی که شرایطی به وجود آمد که به هر حال علیرغم اینکه دولت سوریه ادعا میکنه که این عملیات شیمیایی بر عهده اون نبوده و برخی از گروه ها همچنین امروز من میخوندم که یکی از رهبران کرد هم به این مسئله اشاره کرده بود که بعید به نظر میرسه در شرایط موجود اسد دست به همچین کاری بزنه. آقای سالم مسلم رهبر حزب اتحادیه دموکرات کردهای سوریه گفته بود همچین چیزی رو، ولی به هر حال با توجه به صحبت های آقای جانکری و همچنین اعلام آماده باشه که از ناحیه برخی کشورهای غربی مطرح میشه، به نظر میرسه که خاورمیانه در آستانه یک بحران میتونه قرار داشته باشه. سفر سلطان قابوس به تهران به نظر من میتونه بخشش هم متوجه این موضوع بشه، آیا به نوعی نقش یک میانجیگری داره تو این قضیه بازی میشه و یا اینکه به نوعی پیشنهادها و یا بسته پیشنهادی توسط ایشون داره وارد میشه. من فکر میکنم که بله، احتمالاً ایشون با توجه به سفر قبلیش هم که داشته و شرط موجود ممکنه حاوی بسته پیشنهادی باشه، اما اینکه آیا دولت تازه کار آقای روحانی در چه سطحی میتونه وارد مذاکره باشون بشه، من فکر میکنم باید یه مقداری منتظر زمان. خب در ارتباط من این پرسش رو داشتم از آقای محمدی که لیبراسیون خبرشو قطعا شما دارید که حدود 17 میلیارد دلار میگه ایران هزینه کرده برای در مسیر حمایت از حکومت بشار اسد. این اشاره هم کردیم، خب هر کشوری هر حکومتی متحدانی داره، اما ضرب المثل یا کنایه یا هر چه که هست، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است کجا میره؟ ایرانی که نیازمند بچه‌هاش نیازمند دارو هستند، بیماران کودکان بیمار چقدر اهمیت داره؟ ارتباط ایران با سوریه چقدر مفیده برای مردم ایران؟ چقدر مفیده برای حکومت ایران؟ آقای چالنگی، من تصورم اینه که در سیستم موجود سنجش منافع و مصالح کشور بر اساس مردم و منافع مردم تعریف نشده، یا دست کم در حد بسیار متعارفش تعریف نشده. ممکنه در جاهای شاید تصور آینده‌ای وجود داشته باشه که مردم ممکنه متصور باشن سودی ببرن از چیزی یا نه، ولی به طور کلی فراموش نکنید با توجه به اینکه سیاست کلی حکومت جمهوری اسلامی در ایران مبتنی بر سیاست‌های دینی است و اساساً بر اساس گفته‌های بسیار از علما که در سطح حکومت کار کردن تا کنون و یا ارتباط نزدیک با حاکمیت داشتن، همیشه این تعریف بوده که حاکمیت بخشی از آن چیزی است که خداوند بر روی زمین به سردمداران و گردانندگان جمهوری اسلامی اعطا کرده و این گفته من نیست، بر اساس گفته خود این هاست. لذا من تصور میکنم هیچ وقت ارزیابی ها بر اساس معیار سنجش و عیار سنجش میزان نفع مردم تعیین نمیشه، بلکه بر اساس تعریف های دینی و جایگاه دینی داره تعریف میشه در حاکمیت جمهوری اسلامی. به همین علت هستش که وقتی شما در ارتباط با منافع در لبنان، در سوریه، در افغانستان، حتی در شاخه آفریقا صحبت میکنید، همیشه باید به این فکر بکنید که چه منافعی متبادر حاکمیت جمهوری اسلامی و یا این حکومتی که به زعم بخشی از گردانندگانشون حکومت الهی است، منافع متبادر خواهد شد. لذا من فکر میکنم این به نوعی سالبه به انتفاع موضوع است. یعنی ما اگر بگیم مردم چقدر منتفع میشن، قطعا این تعریف از ابتدا به نظر من در این کار نشده و به طور کلی باید گفتش که حاکمیت در ایران با تصور به این که حاکمیت الهی تا چه حد
میتواند گسترش پیدا بکند یا حاکمیت جمهوری اسلامی، چون من انتقاد دارم دیگه اون بخش الهیش هم برای خود آقایون هم کمرنگ شده در طول چند سال گذشته، اما نوع نفوذ حاکمیت جمهوری اسلامی و منافعی که متبادر میشه به جمهوری اسلامی اهمیت پیدا میکنه. لذا در بخشی که کمک هایی که جمهوری اسلامی میکند که به نظر من خب تقریبا همه کشورها میکنند و این طبیعی هستش، چون یک سری منافع مشترک بین گروهی از کشورها وجود داره که تعریف میکنن منافع مشترک، همونجوری که شوروی روسیه در چه در دوره شوروی سابق چه در دوره روسیه بارها در کنار خیلی از کشورها قرار گرفته که لازم میدونسته و کمک هایی به اونها کرده، حمایت هایی کرده. حتی فراموش نکنید این شایعه همیشه وجود داشت که مسئله سقوط هواپیماهای آمریکایی توسط رصدهایی بوده که منابع امنیتی و اطلاعاتی روسی انجام دادن. و این بحث همیشه حالا من نتایید میکنم نتایید، من میخوام بگم که در حکومت جمهوری اسلامی هم شوروی سابق در یه جای وارد یه سری دیل‌های شده با اینکه ممکن از نظر اعتقادی هیچ نوع تفکر مشترک نداشتن. لذا من معتقدم که قطعا جمهوری اسلامی منافعش رو بر اساس اون حاکمیتی که تعریف میکنه که تقریبا نقش خیلی در آن به نظر من پررنگ محسوب نمیشه تعریف کرده و این کار داره انجام میده. پر واضحه این شرایط برای خود هم به زودی بحران به وجود خواهد آورد. اینکه آقای بشار اسد در مقابل نیروهای مخالفش و اپوزیسیونش تا چه حد مشروع هست یا نیست به نظر من بحث خاص و پیچیده است که باید در جای دیگه بهش پرداخت. اما اینکه جمهوری اسلامی تا چه حد به بشار خودش رو نزدیک خواهد کرد، به نظر من این در این روزها بازی با یک دینامیت هستش. خب بفرمایید. من میتونم مسئله رو عرض کنم. ببینید این مسئله که خب الان هم اشاره کردن، قبلا هم صحبت کردیم که خب همه کشورها کمک میکنن به کشورهایی که مورد نظرشون هست، حکومتشون بر اساس اهداف خودش کمک میکنه. اولا اهدافی که حکومت‌ها دارن معمولا بر مبنای منافع ملی هست، در این حکومت‌هایی که دموکراتیکه، در حکومت دموکراتیک. و دیگر این که اول نیازهای خودشون رو برطرف میکنن، دیگه در حدی نیست که مردم واسه معیشتشون لنگ باشن، و دیگر این که حالا میخوای بری به یک کشوری کمک بکنی. خب دلیلت چیه که به کشوری که داره آدماشو میکشه داری کمک میکنی؟ حکومت نه کشور، همون حکومتی که داره، یعنی به رژیمی که داره آدمای خودشو میکشه، بمب شیمیایی میزنه، مردم رو قتل عام میکنه و این اثر رو من از شمسه. شما چطور رفتی به این کشور داری؟ بله این بچه... اگر یک کشوری بود فرض بکنید بله بنده میخوام برم به تاجیکستان کمک کنم، اونم در حد وسع مالی، اونم در حدی که میتوانم. تازه کمک مالی تنها نیست که در سوریه کردن، که نیروی قدس علنا اونجا حضور داره، مامورین امنیتی و سرداران سپاه رو چندین بار گرفتن. یکی از سرداران سپاه بوده که گفته آقا سوریه ارضی جنگ و رویارویی ما با آمریکاست. اگر قضیه رو اینجوری ببینن چی؟ خب حالا میان ببینیم که اولا جرسه رویارویی، اول میگن که برسه جپه جنگ ما با اسرائیل است و بعد میگوین که با آمریکا داریم میجنگیم. خب چه برای چی داریم با آمریکا میجنگیم؟ چون نمیخوان حکومت اسلامی در ایران سرکار باشه. نمیخوان سرکار باشه و چه این حرف جمهوری اسلامی است؟ چه اقدامی کردن که نشون بده که نمیخوان سرکار باشه؟ اگر بحث تحریم و اینا رو داریم میگی، خب باید پرسید از همون کسانی که نامه امضا میکنن برای آقای اوباما، که یکی بپرس آقا این تحریم ها رو کی باعثش شده؟ آقا من به عنوان یک کشور وقتی که میبینم یک کشور یک حکومت دیگری به هیچ یک از نظامات پایبند نیست، حداقلش اینه که ارتباط هم قطع میکنم باش دیگه. آقا شما که نمیتونید همش دائم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و فلان، الان هم بگید تو رو خدا تحریم نکن. آقا این دیگه چجوریشه؟ خب میکشن کنار، حداقلش این هستش که ارتباطشون رو قطع میکنن. تمام این بازی که دارن میکنن واقعا بازی فریبکارانه است، از جمله در سوریه. کیو فریب بدن آقای؟ ببینید مسلمان های قشری و تندروهای قشری منطقه رو، خیلی ساده، و قشریونی که در ایران هستن مگه نکردن توی 34 سال؟ واقعیت اینه کردن، این کار انجام دادن و الان میان برای توجیه میکنن برای کمک کردن به سوریه. سودشون در چیه؟ 17 میلیارد، آخه 17 میلیارد دلار پول کمی نیست.
شما ببینید مگه ما چقدر بعد ببینید کارگر ایرانی گرسنه است. بله اینو فرمودید. خب حالا آقای روزبه فکر کنم با شما موافق نیستن. بله آقای روزبه موافق صحبت آقای محمدی هستی؟ البته من مخالف نیستم قربان. ولی در بخش با بعضی هاش موافقم. بله در بخش عمده ای من موافقم با نظر ایشون. فقط تصور من اینه که نه من یه تیکر رو یه مقدار متفاوت میبینم. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی الان موقعیتی هم در بین مسلمانان قشری هم به این معنا به نظر من در منطقه نداره و اون هم به خاطر سیاست‌های دوگانه‌ای هستش که در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. همون بخش رو هم برای خودشون حفظ نکردن. این تجربه رو ما در مورد افغانستان داریم، کمان که حتی بخش عمده از شیعیان افغانستان از جمله هزارجات و بخش‌های تاجیک‌ها که با ارتباط بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داشتن و احزابشون بخشی زائیده دست جمهوری اسلامی هم بود، برخی از احزابشون البته امروز حتی حاضر نیستن که بر سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی بشینن و همچنین اتفاق در عراق هم به نوعی داره. من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی این جایگاه قشری رو هم در بین گروه های تندرو اسلامی هم به نوعی نداره و جز یه گروه های محدودی که حالا نظیر حزب الله یه برخی از گروه های دیگه هستن که خاص شیعه هم هستن. اما من بر این باور هستم که یک گروه در بدنه نظام جمهوری اسلامی به سمت این میرود که سعی داره میکنه از تنش های بین المللی دوری بکنه، از جمله گروه هایی که امروز نزدیک به جریان آقای روحانی بوده تا الان و من فکر میکنم که تلاشی در این زمینه دارن میکنن. اما یک گروه در بدنه خود نظام وجود داره در نقطه مقابل این، یعنی شیعه‌گری تند رو رساندن به اون اهداف که حالا تعریف شده برای رسیدن به نمیدونم ظهور منجی تحت عنوان ظهور مهدی آخرین امام شیعیان یا چیزهای از این دست که اونها این فرایند رو چنان گسترده و جدی میبینن که حتی مسئله محبوبیت در منطقه هم دیگه براشون اهمیت نداره. این دو جنایی که میگید در نظام هست، یکی میخواد تنشها رو بیاره پایین اون یکی نمیخواد، خب ظاهرن این بوده سالها، نشونه هایی هست که مثلا در زمان رفسنجانی هم چون این تلاش هایی شده، الان هم لابیه بسیار پرپولی حداقل در واشنگتن دارن، شما من مطمئنم تک تک افرادشون رو به اعتبار شغلتون میشناسید که کیا دارن این همچی سیاستی رو سالها پول گرفتن که پیش ببرن در واشنگتن، کارگزاران یا هر چی که هستن برای جمهوری اسلامی. اما چه دلیلی داره که الان فکر کنیم یا که این جنایی که میخواد تنش‌ها رو بیاره پایین میتونه موفق بشه در جمهوری اسلامی، تنش‌ها رو با غرب؟ با فراموش نکنید یه مسئله خیلی مهم الان وجود داره آقای چالنگی. بحران‌های اقتصادی در ایران در بالاترین سطح ممکن در طول 30 خورده سال اخیر قرار گرفته. حتی ما در دوران جنگ هم در این وضعیت قرار نداشتیم. شاخص‌های منفی اقتصادی که دولت آقای احمدی نژاد سال‌ها حاضر نشد که مطرح بکنه و حاضر نشد طرح بشه و همچنین در همه سخنرانی‌ها در همه کنفرانس‌های خبریش خبر از افزایش سطح درآمد، خبر از افزایش میزان کار و اشتغالزایی داده بود. خب در این پیام‌های اخیری که ما داریم می‌شنویم در مورد رشد منفی اقتصاد و اتفاقای شگرف دیگه، گم شدن 16 میلیارد تومان پول در آخرین روز دولت آقای احمدی نژاد و این جور حرکت‌ها داره نشون می‌ده که به صورتی یک گروه تازه دارن سعی میکنن با شفافیت تلاش بکنن. اما چرا این تلاش الان میتونه مفید باشه؟ به جهت اینکه ما در 30 سال گذشته تا این حد دچار بحران‌های اقتصادی و مشروعیت نظام نبودیم. اینو فراموش نکنیم. من احساس میکنم گروهی که حالا وقتی ما بگیم اصطلاح اصلاح طلب، ما ناخواسته میریم به سمت یک گروهی که لیبل اصلاح طلبی رو خودشون دارن. من نگاهم این نیست. من معتقدم که خب دولت اصلاح طلب هم خطاهای فاحشی داشته برای خودش، اما به هر حال تلاش کرده. در دوره آقای هاشمی و ریاست جمهوریشون هم اتفاقاتی افتاده، اما هیچکدوم از اینها در اون دوره خودشون اینقدر پتانسیل نداشتن. به چه علت؟ یک، اقتصاد بدترین حالت رو میکنه. دو، مشروعیت نظام بعد از 88 به طور جدی زیر سوال. بله بفهمید اون شرایط دیگه نداره. خواهش میکنم. و اون شرایط دیگه برای نظام واقعیتش اینه که حتی قبل از 88، یعنی حتی 87 هم اون مشروعیت که داشته بعد از 88 و امروز دیگه زیر سوال هستش. از یه طرفی به باور من، البته این باور ممکنه مورد تایید خیلی ها نباشه، اما به باور من این هستش که اگر توجهی هم به صحبت‌های اخیر آقای
احمدی نژاد بکنید در جمع طرفدارانش که اشاره میکنه آیت الله خامنه‌ای در جایی به ایشون پاسخ داده که مملکت امروز نیاز به آرامش داره. این میتونه یک کد مهم باشه، نه به این جهت که حالا آیت الله خامنه‌ای تو چقدر دلسوزانه داره به موضوع نگاه میکنه، این کد مهمی است از این جهت که باور عالی ترین بخش نظام که تصمیم گیرنده است برای این هستش که به هر حال بحران‌های موجود به نظام ضربه های کاری و مهلکی زده. لذا این درست اون وقتی که شما میتونید بهترین بسته پیشنهادی رو به اونها بدید. به این دلیل من اعتقاد دارم که بسه. اگر این بسته پیشنهادی با فرایند منطقی و شکل مناسب پیشنهاد بشه، قطعاً اون فرصت خوبی است که میتونه از اقبال بالاتر نسبت به همه دورهای گذشتهش برخوردار بشه. همینطوره آقای محمد. والا من نمیدونم ایشون از بسته پیشنهادی که دارن عنوان میکنن منظورشون چی هست. منظورشون فکر میکنم بسته پیشنهادی تهران هست به جامعه بین الملل، نیست آقای اردمان؟ یه جمله فقط. من هر دو بانه رو دارم میبینم. ببینید من احساس میکنم که سیاست روزبه. خارجی خیلی کوتاه. خواهش میکنم. من اعتقاد دارم سیاست خارجی ایران دستخوش تحول خواهد شد و ما منتظر این بسته پیشنهادی خواهیم بود از طرف ایران. نه این بسته پیشنهادی که شما میگید ببینید آخه من اینو روشن کنیم، منظورتون بسته پیشنهادی تهران هست به غرب یا غرب به تهران؟ نه. چون مسئولان حکومت ایران هم گفتن که یک بسته پیشنهادی خوب به ما بدن ما هم قبول میکنیم، کدوم یکی هست؟ من فقط این اجازه بدید من روی صحبتم در مورد هیچ کدوم از این دوتا بود، یعنی من در ارتباط با اون بسته پیشنهادی و شرایط غرب برای عبور از بحران و ایران به غرب رو صحبت نکردم. من با توجه به نگاهی که به داخل دارم با یک تصور عنوان بسته پیشنهادی بهش گذاشتم، اصلاح طلبانی که بسته پیشنهادی به داخل حکومت دارن، یعنی اینکه فراگیر شدن حاکمیت به نوعی در داخل خود بدنه و نوعی دبستانی که به احساس اردوان از بحران خارج بکنه نظام. بله، منظورشون خب نه، حالا اصلاح طلبان در واقع بسته پیشنهادی ارائه بکنن به حکومت، همون صحبتی بود که در غیاب جناب روزبه به اون اشاره کردیم که آقای عبدالله نوری هم همین رو میگوید. خب باز هم عرض میکنم، خب نهایتا برمیگرده به این که اصلاح طلبان برگردن به داخل حکومت، ولی چیزی به اعتقاد من عوض میشه. ببینین آقای روحانی خودشون هم گفتن که معیشت مردم در درجه اوله، در فور اولویت اوله، در این حال گفتن همه مشکلات ما بستگی به سیاست خارجی داره. خب این سیاست خارجی رو کی میخواد درستش بکنه اگر از ریل خارج شده و بخش بزرگی هم از مشکلات اقتصادی مربوط به سوء مدیریت دوران 8 ساله گذشته است و بخشیش هم مربوط به تحریم ها. خب حالا اون سوء مدیریت رو آمدن گفتن سازمان برنامه رو احیا میکنیم، باید طولانی زمانه، طولانی مدت است این که بتوانند کاری بکنن، از جمله مثلا هدفمندی یارانه ها، حالا دو دهک بالای جامعه رو ندیم بهش و بدیم بهش و کارهایی شده که واقعا توی این 8 ساله که بخوان همونها رو ترمیم کنن کلی کار میکشه. اما بیایم تحریم ها، تحریم ها مسئله بسیار مهم نیست. خب هر روز هم داره افزایش پیدا میکنه و جایی میرسد که فلج میکنه. حالا اگر منظور از بسته پیشنهادی اینه که چون جمهوری اسلامی میگوید آقا به ما بسته پیشنهادی بدید تا ما بتوانیم، خب بسته پیشنهادی دادند، اونتا هیچ کدوم رو قبول نمی کنند. آقا میگویند از غنیسازی 20% دست بردار، ذخایر اورانیوم غنی شده 20% رو به خارج از کشور زیر نظر آژانس بفرست و نیروگاه فوردو. بله آقای محمد عذر میخوام. ببین اساسا حکومت ایران در وضعیتی هست که دیکته کنه به غرب یا 5+1 که یک بسته پیشنهادی مقبول به ما بدید که ما خوشمون بیاد. خب حالا این مقبول وضعیتی هست؟ اولا که در اون وضعیت نیست. مقبول منظورم ببینید، اولا که در اون وضعیت نیست، چون به هر حال در این مدتی که آقای اوباما بر سر کار است به ویژه در 3-4 سال گذشته یک اجماع بین المللی فراهم کرده و باعث شده که 4 قطعنامه تحریمی در شورای امنیت صادر بشه، حالا تحریم های مضاعف و مستقل هم سر جاش. خب حالا جمهوری اسلامی میخواد از اینا بگه آقا تحریما رو بردارید، خب باید کاری انجام بده. خود آقای روحانی در سال 2003 وقتی بیانیه سعدآباد رو صادر کردند منتشر کردند،
غنی‌سازی اورانیوم رو به طور داوطلبانه متوقفش کردن، ولی آقای روحانی خودشون در همین مصاحبه‌های اخیرشون گفتن که ما در همون موقع داشتیم فعالیت میکردیم. بنابراین خیلی هم میگن که آقا اون موقع که غنی‌سازی رو متوقف کردن آخه جامعه جهانی چیزی بهش نداد. خب میبینیم که دارن در واقع قرارداد میبندن، بیانیه صادر میکنن ولی خلافش عمل میکنن. از طرف دیگر برداشتن تحریم‌ها، جناب چالنگی، تشریفاتی که داره از برقراری تحریم‌ها کمتر نیست و این رو به راحتی نمیتوان برداشت. و همون که در آغاز سخنتون اشاره کردین، برنامه روشنی آقای روحانی هنوز ارائه نکرده که برای رفع این مشکلات اقتصادی چه کاری میخواد انجام بده. آقای اردوان عزیز اگه کوتاه بفرمایید، بیش از 3 دقیقه وقت ندیم. این که الان این رشد منفی اقتصادی در ایران حدود 5 هست، سالها بوده ایران به چنین وضعیت نرسید. رشد اقتصادی چی هست برای برخی از بینندگانمون که احتمالاً به طور دقیق تعریف اقتصادیش نمیدیم؟ نهایتا همینی هست که سفره آدم روز به روز خالیتر میشه، به جایی که سربالایی بره و پرتر بشه خالیتر و خالیتر میشه. یعنی نه تنها رشد نداره، پیش از انقلاب ما به 12% رسیده بود ایران، نیست دقیق آمان ولی دو رقمی بود، گفتن که مرور اومده و زیر صفر از اون بر رفت. حالا یعنی فقیر و فقیرتر میشه یک کشوری. آیا برنامه دولت آقای روحانی رو شما و این دولت، این ترکیب دولت اقتصادیش، وضعیتی که هست، امید میبینید که این رو حداقل برسونه به صفر در 4 سال آینده؟ نشونه‌ای میبینید؟ اشاره خیلی خوبی کردید، یعنی اشاره رساندن به صفر بسیار جالبه. من فکر میکنم پیشتر در این برنامه هم گفتم که، یا نمیدونم نگفتم، ولی به مزاح روزی که آقای روحانی انتخاب شده بود کسی در فیسبوک زده بود که آقای روحانی اگر دکمه کنترل زد رو بخواد بزنه با این عنوان که در کامپیوتر کنترل زد یعنی یک قدم به قبل برگشتن، چون 4 سال بعد دکمه کنترل زد بزنه تا برگرده به وضعیت. این نکته مهمیه. واقعیت اینه که وضعیت کشور در بحران بسیار بزرگی به سر داره میبره. در طول سالهای گذشته بر اساس تعاریفی که آقای احمدی نژاد و تیمش کردن، اقتصاد از نظر سیستماتیک تغییر کرده، یعنی افتاده دست گروهی که به صورت کاملا شخصی بر اساس منافعی ایشون تعریف کرده مدل اقتصادی دادن و این انقدر خطرناک و انقدر بد بوده که من فکر میکنم برگردن شکل بد زمان طولانی. خوشبین هستم آقای روزبه بفهم. در طول 4 سال آتی آقای روحانی اگر بتواند مسئله سیاست خارجی ایران رو حل کنه، چون فراموش نکنید بخش از این مسئله سیاست خارجی است، وقتی آقای روحانی اولین قدم رو در طول ریاست جمهوری برداشت، بخش از اون حباب و گرانی دلار در ایران شکست. این بخش عمدهش به خاطر تشویش ها و یا اون فضای روانی است، نه اینکه واقعا پای اقتصادی داره. اگر آقای روحانی بتواند ارتباطش رو ولو چند قدم کوتاه با جامعه جهانی به بهبودی برسونه و به نزدیکی برسونه، قطعا اتفاقای بهتری خواهد افتاد، هم در اقتصادی که ما بخشش از خارج داره وارد میشه، هم در اقتصاد خود داخل. ببینید خیلی ساده است، وقتی که امروز میخوندم که شرکت گوگل یک سری از امکاناتش رو برای ایرانی ها باز کرده، البته این در راستای همون شکستن بخش از اون تحریم ها هستش، ولی به طور کلی میخوام بگم که ارتباط با جامعه جهانی خودش تاثیر مستقیم به لحاظ روانی در اقتصاد ایران داره و از طرفی توجه به بازار داخلی و مکانیزمی که بتونه قانون مداری رو تعیین کنه. فراموش نکنید بزرگترین قاتل اقتصاد ایران کشور چین هستش که به خاطر نوع رابطه دولت قبلی با چین عملاً این بازار باز شد و در قبال نفت ایران و خیلی چیزهای دیگه و خیلی معاملاتی که انجام شده، دمپایی ابری و نمیدونم جوراب زنانه و نمیدونم لنگ کفش و جوراب و چوچه وارد شد. خب وقتی که آقای اردوان ببینید آقا مثلا اینه با چین، یک دقیقه وقت داریم، با چین خیلی کشورها همینجور تو لندن هر بازاری برید پر کالای چینی است و دمپایی تو مملکت تولید نمیشه، از یه جایی میارن دیگه. دمپایی تو مملکت تولید نمیشه آقای چالنگی، چون دمپایی قرار هستش که از چین وارد بشه. من در دوره‌ای
کانسر دارم دقیقا که اقتصاد در ایران هر تلاشی بخش خصوصی در موردش در تولید کرد، امروز بخش تولید در ایران خوابیده. عمده دلیلش هم واردات چینیست، یعنی اینکه هیچ کسی تو یارای رقابت با جنس ارزان قیمت و کاملا کم ارزش از نظر کیفی چینی رو نداره. لذا متاسفانه به پایان برنامه داریم میرسیم آقای اردوان عزیز. بله، من فقط عرض میکنم خدمت شما که اگر آقای روحانی بتواند قدمهایی در مورد سیستماتیک کردن اقتصاد به لحاظ قانونی و همچنین ارتباط با خارج برداره، قطعا مشاهده اتفاقات خوبی خواهیم کرد. ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم. فساد چه نقشی داره؟ ببینید خیلی باندها اصلا در ایران ترجیح میدن که وارداتش رو ببرن بالا به جای تولید. اصلا نکته اصلی همینجاست دستش. اصلا نکته اصلی همینجاست که به چین چه مربوطه یا به کشور دیگه؟ به هیچ کشور دیگری مربوط نیست. در دوران آقای احمدی نژاد هر سال 70 میلیارد دلار برای واردات هم از چین یا جای دیگه و بسیاری هم دست داشتن توش، یعنی اون رانتخاری و فساد هستش که وزبه بردنش کار ساده ای نیست برای آقای روحانی. حتما در این زمینه البته منظور آقای اردوان عزیز نبود که چینه یا مبصر هستن، قطعا درست میگه و آقای اردوان عزیز. بنابراین رسیدیم به جایی که ابعاد فساد، باندهای فساد در جمهوری اسلامی چه نقشی دارن در وضعیت فعلی. در برنامه های آینده حتما در این زمینه سخن خواهیم گفت. سپاسگزار هستیم آقای اردوان روزبه واشنگتن، با سپاس بسیار از شما و سپاس بسیار از شما آقای محمدی گرامی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری و الوند، کوه و کوه ساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.